از یه تیکه چوب استفاده میکنیم، ببینیم که قدرت نگهداریش چه شکلی هستش. سلام عرض میکنم خدمت بینندگان عزیز، برنامه هندیمند رو میبینید، در خدمتتون هستیم با آموزش ساخت یه ابزار بسیار کارآمد به نام گیره جلومیزی. کاری که امروز میخوایم انجام بدیم به این صورت هستش که گیره ما دو فک چوبی داره، دو لوله موازی و یه پیچ متری. مشکلی که پیش اومده اینه که برای سوراخ‌کاری طرفین فکمون مته مناسب به قطر این لوله رو پیدا نکردم. بهترین راه حلی که به نظرم رسید این بود که یه مته دستساز خودم بسازم. گرامی، دو تا تخته رو من به صورت موقت به هم دیگه چسبوندم تا ما سوراخ‌کاری ها رو به صورت دقیق بتونیم روی هر دوتا انجام بدیم. شروع میکنیم به اندازه‌گیری و کار سوراخ‌کاری رو شروع میکنیم. میریم که این مته دستساز رو امتحان کنیم ببینیم که اصلی کارمون که در مورد جا زدن این پیچ متری هستش. اگه یادتون باشه هنگام ساخت گیره آهنی یا گیره میزی آهنی بهتون گفته بودم که برای جا زدن پیچ متری باید از یه مهره و یه واشر در ابتدای کارتون و یه مهره و واشر هم در پیچ متریتون استفاده بکنید. خب تقریبا در اینجام کار به همون صورت انجام میشه، اما یه مقدار پیچیدگیش و ظرافتش بیشتره، چرا که مهره پشتی رو ما باید داخل این چوب جا بدیم. روی این مهره رو یه سوراخ ایجاد کنیم، داخلش رو رزبه کنیم و به این صورت مهره رو با پیچ متریمون متصل بکنیم. در این پشت هم ما باید مهره اصلی رو قرار بدیم. شروع میکنیم به سوراخ کاری مهره و ایجاد جای مهره بر روی فک جلویی و فک پشتی. ابتدا داخل این چوب رو میخوام سوراخ کنم و بعد رزبه کنم تا قسمت جای اهرم گیرمونو در بیارم.
کار آخری که میمونه باید انجام بدیم اینه که مهره پیچ متریمونو پشت فک دوم جاسازی بکنیم. به دو صورت میتونیم این کار رو انجام بدیم. اول اینکه جای مهرمونو بر روی خود فک، یعنی این قسمت تعبیه بکنیم، یا اینکه میتونیم یه تیکه چوب دیگه کمک بگیریم و جای مهرمونو بر روی این تیکه چوب تعبیه کنیم و این چوبو پشت فک چوبی پیچ بکنیم. من کار دوم میخوام انجام بدم، یعنی اینکه از این تیکه چوب کمک بگیرم. جای پیچو با مغار الان در میاریم تا قسمت پایانی کارمونم تموم بشه. من جای مهره رو بر روی این تکه چوب در بردم. اینم فک دوم ما هست. کار رو به این صورت انجام میدیم که این قطعه رو به این صورت باید بر روی فک دوم، پشت فک دوم با پیچ فیکسش کنیم. خب دوستان گرامی، تقریبا کار ما به پایان رسیده. کار نهایی که باید انجام بدیم اینه که قطعات چوبمون رو با کلیر رنگ‌آمیزی بکنیم. بعد اینکه رنگ ها خوش شدن میام خدمتتون تا کار مونتاژکاری پایانی رو با هم انجام بدیم. لطفاً تا آخر کار با من همراه باشید. کار نقاشی قطعات چوبی ما به پایان رسیده و الان با هم شروع می‌کنیم به مونتاژ کردن گیره چوبی. مهرمونو با مغار بر روی این تکه چوب در آوردیم و با چسب مهره رو فیکس میکنیم. الان شروع میکنیم به پیچ کردن قطعه چوبیمون به فک دوم. برای اینکه این لوله ها داخل این سوراخ های چوبی راحت تر حرکت کنن از این مقدار گریس استفاده میکنیم تا حرکتشون روان تر بشه. خب دوستان گرامی، میخوایم گیره جلومیزیمون رو امتحان بکنیم. برای اینکه ببینید که قدرت فکا چقدر هست، از یه تیکه چوب استفاده میکنیم. ببینید که قدرت نگهداریش به چه شکل هست. همونطور که میبینید این گیره بسیار قوی و قدرتمنده. دوستان گرامی، امیدوارم که این گیره زیبا و کارآمد رو تو خونه بسازید و لذتش ببرید. قیمت این گیره در بازار بین 600 تا 1 میلیون خوردی هست، البته بدون فکای چوبی و فقط با تعلقات پیچ و مهرش این قیمت رو داره.